سلام و وقت بخیر به همه دوستانی که در این لحظه با ما همراه هستید. خواهر زهرا، خواهر میلاد سعیدیانجو، شهید راه آزادی، در اینستاگرامش با درج عکس مزار برادرش نوشته: ما همچین روزهایی داشتیم، هزار تا از این روزها. ما سختی کشیدیم، زجر کشیدیم، استرس و اضطراب کشیدیم، حرف مفت شنیدیم، شکنجه شدیم، حبس کشیدیم، کشته و اعدام شدیم. ولی باعث و بانی تمام این اتفاقات امروز در یک صف قطار شدند به قصد مسلمان بودن، ولی در هیچ عملی موفق نشدند. دست به جنایت میزنن و براشون مهم نیست، راحت دروغ میگن، اعدام میکنن به ناحق. یادمون نمیره، حافظمون رو بندازیم تو لباسشویی با وایکتیس بشوریم، باز هم یادمون نمیره. تویی که این بلا رو سرمون آوردی، به هیچ کدوممون رحم نکردی، قابل بخشش نیستی. تو باید درس عبرت بشی. ما به حقمون میرسیم. من قویتر شدم، روز به روز قویتر و بزرگتر. حد جان سپردن گرچه بود نشانم، میرنده ای ستمگر منم که جاودانم، داغی زده به جانم همسنگری که جان با این است که مثل آرش تیرم که در کمانم. خب حالا سری میزنیم به نظرات شما درباره خواهر و خانواده شهید. کاربر اول به شرف و شجاعت خواهرمون در و دیگر دختران میهن درود فرستاده و مینویسه: درود بر شرفت، تو و تمام دختران شجاع این سرزمین باعث افتخار و عزت نفس مایی. شما باعث شدید دوباره مردم ایران به هویت خود افتخار کنند و همبستگی ملی به وجود بیاد. ما تا آخر در کنار همیم و همه را به چشم خواهر و برادر خود می‌بینیم و می‌دانیم، به امید پیروزی و آزادی. در کامنت بعدی کاربری دادخواهی خون شهیدان رو حتمی دونسته و می‌نویسه: زهرا جان، خداوند درد این لحظات کنار سنگ سرد برادر جوانت و دردهایی که بعد از این داغ کشیدین رو نادیده نمیگیره. همه اینا همه بدجور باید تاوان پس بدن. در کامنتی کاربری مرز خدشه‌ناپذیر بین مردم و حاکمیت ظالمانه خامنه ای رو ترسیم کرده و می نویسه: فقط مرگ می تواند ما را از هدف متوقف کنه. تا روز آزادی و انتقام عزیزانمان پا پس نمی کشیم. کاربری هم از جوانان شجاع که خونشون رو فدای میهن کردن یاد کرده و می نویسه: چه جوانهایی که امید آینده یک شهر بودن و به دست دیکتاتور اسیر خاک شدن. قهرمان ملی میلاد سعیدیانجو. در کامنت آخر با اشاره به قوت و ایستادگی خواهر میلاد که مایه امیدواری است می نویسه: قوی بمون دختر ایران. وقتی ماها شما خانواده های داغدار رو می بینیم، به پایان حکومت امیدوارتر می شیم.
بله، همونطور که ملاحظه میکنید پیام ها از خواهر و خانواده شهید تا مردمی که اونها رو از راه دور و نزدیک میشناسند و یا میبینند قدرت و شهامت ایستادگی و ادامه مسیر این شهدا تا نیل به آزادی ایران زمین است و حرف دیگری نمونده و این خلق به پا خواسته پیروز میدان است. با تشکر از همراهی شما عزیزان، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.